بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خداوند زیبایی ها. سلام به شما دوستای خوب و نازنین، خدا کنه که خوب باشین، سالم و سلامت باشین. از اینکه بیننده برنامه خودتان هستین و باز هم با ما همراه هستین، جهان سپاس. خوش آمدین به برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند خیلی زیاد مهربان. سلام به تمامی دوستای نازنین، امیدوار هستم که همگی شما جور و صحتمند باشین. دوستای نازنین، این روز چهارشنبه رو تایید به بسیار خوبی خوشی سپری کرده باشین. خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان. بله مریم جان، دوستای نازنین ما از اینکه همیشه با ما همراه هستن ما رو خیلی خوشحال میکنن و اینکه خدا کنه که در کناری که با ما هستن و ما رو خوشحال میکنن از معلومات برنامه هم استفاده خوبی داشته باشن. بله البته دیگه روبه جان، بله. انشالله که تمام دوستای ما برنامه رو بیننده باشن و ببینن و هر چیزی که ما میگیم یا هر معلوماتی که برشان میتیم یاد بگیرن، باز هم در موردش تحقیق مطالعه داشته باشن تا اینکه معلوماتشون بالا و بالاتر بره. بله مریم جان و دوستای نازنین ما ایره هم میدونن که امروز چهارشنبه هست و ما آیتم های خوبی داریم و اینکه تا آخر با ما همراه باشین و اینکه چه آیتم هایی داریم خودتان حد زدین و مریم جان هم باز بر شما میگه. البته اگر رو بابا جان، بله. امروز تا آیتم بسیار خوبی داریم که یکش یک سفر و یک چکر است که کل دوست بله. ما میفهمه که ما میریم به کشور بسیار خوب سفر میکنیم و یک مسجد بسیار مقبول و زیبا و خیلی با جزئیات خیلی خوبه، با ویژگی های بله. خیلی خوبه و دوست خوب معرفی میکنیم و همچنین یادمون نره که ما امروز کاردستی همچنان داریم که آیتم بله. آخری ما کاردستی است. انشالله که دوست ما تا آخر لحظات برنامه با ما باشن. دقیقاً آیتم یک سفر و یک چکر است که ما هر هفته بر دوستان نازنین خود یک مسجد به معرفی میگیریم و از ویژگی ها و ساختار اون مسجد برایشان تعریف میکنیم و امروز هم طبق معمول به یکی از کشورها قرار است که سفر کنیم و درباره یک مسجد خیلی معروف و خیلی مشهور و همچنان خیلی زیبا و دیدنی برایشان معلومات بتیم. بله روبابا جان، دوستای ما رو زیاد منتظر نمانیم و شروع کنیم که بله. دوستای ما شاید زیاد کنجکاو شده باشن که این مسجد کدام مسجد باشه، در کدام بله. شهر باشه یا کدام کشور باشه و نامش خوب است که بعد دوستای خوب بگویم. بله درست است. بله دوستای نازنین، نام مسجدی که امروز میخوایم بر شما معرفی کنیم مسجد بزرگ کویت میباشه. بله. یعنی که در کشور کویت است دیگه حتما. بله مریم جان، همطور که مریم جان هم گفت این مسجد به نام مسجد بزرگ کویت هست که یکی از کشورهای عربی هست و همچنان پایتخت کشور که گفتیم کویت، شهر کویت هست و این مسجد هم در پایتخت کشور قرار داره. بله. و یکی از زیباترین مساجدی هست که مطمئن هستم با دیدن و با دیدن عکساش و همچنین گفتن معلومات خیلی خوشتان خواهد آمد. بله روبابا جان، از عکسای خود خوب بسیار یک مسجد مقبول و زیبا بله، معلوم میشه. جان. حتی اطرافش ببینیم چقدر زیبا هست، خودش چقدر زیبا هست. واقعا خیلی ویژگی خاص خودش داره که یک تا مناره داره که گنبد داره. بله. هم قسم به تصویر معلوم میشه. دقیقاً. خب خوب است که بریم طرف معلومات و بر دوستان نازنین خود بهتر و بیشتر توضیح بدیم، درست است؟ بله بسیار خوب میشه شروع کنیم. بله این مسجد زیبا خیلی همونطور که گفتیم بزرگ هست و از نامش هم پیداست مریم. بله. جان مسجد بزرگ کویت. بله. که در شهر کویت موقع داره و همچنان یکی از بی‌نظیرترین مساجدی هست که دو طرح‌های انجینری خیلی خاص و فوق‌العاده‌ای کار گرفته شده و این مسجد بزرگ را به نام نگین مساجد شهر کویت یاد کرده. همطور بله. که گفتیم با زیبایی که داره به این لقب یاد شده. وقتی ما انگشتر داریم مریم جان بیشتر متوجه نگین انگشتر هستیم، یعنی او زیبایی را نگین انگشتر داده، درسته؟ بله. پس این مسجد هم از جمله زیباترین مساجدی هست که این لقب به خود گرفته. بله واقعا که هم قسم بله. زیبا هست، بسیار هم زیبا هست. دقیقا. اگر در روز ببینیم چقدر زیبا هست، اگر در بله. شب ببینیم همچنان چقدر زیبا هست واقعا. و همچنان این مسجد زیبا رو باید بگیم که چه کسی، چه انجینیر ماهری بوده که ساخته، درسته؟ بله رو بابا جان، بله. کی ساخته میشه بله. بگویی؟ دقیقاً. شخصی به نام محمد صالح مکیه ای را ساخته. بله. بله چقدر انسان خوبی بوده که دقیقاً. مسجد طرح و طراحی کرده و ساخته. بله. بله خوب است که ادامه معلومات بگویم. بله خب رو به جان، خوب است که بگیم در کدام سال ساخته شد و در کدام سال کارهای شروع شد. دقیقاً. دوستای ما شاید منتظر باشن بفهمن که این مسجد بله. آیا قدیمی هست، بله. جدید ساخته شده، چه قسم؟ بله بسیار بله. خوب است.
دوست نازنین، میگه این مسجد زیبا در اواخر سال 1979 میلادی، بله، یعنی حدود 42 سال پیش میگه کارهای ساخت اولیشان میگه تحریزی شد، مثلا مطالعه شد و تحقیق شد که برای زمینی که در این مسجد انتخاب شده، زمینشان میگه که 45 هزار متر مربع است، یعنی که 45 هزار متر مربع است رو بچان، خیلی زیاد، خیلی زمین بزرگی بله. است که این مسجد میگه برای این زمین چیکار شده؟ ساخته شده. و همچنین که میگه که مدت 6 سال متواتر میگه مردم کار کرده سر از تا یک مسجد ساخته شده، یعنی که 6 سال هم سال زیادی است دیگه. شاید هم خوب باشه چون به خاطر که این مسجد خیلی بزرگ است، وقتی که 6 سال بالش کار شده و بسیار زیباییش مسجد ساخته شده. و همچنین که میگه تا بالاخره در سال 1986، یعنی که حدود 35 سال پیش، میگه مسجد افتتاح شد. به این سال ساخته شد، 6 سال بعد ساخته شد دیگه. بله، مریم جون گفتی که در حدود 6 سال طول کشته تا بله. باشه، درسته؟ بله. پس چه خوب است که در مورد ای که چه تعداد افرادی کار کردن در این مدت تا ای که تانسته این مسجد رو بسازن صحبت کنیم. بله خوب میشه. بله. بعد دوستای ما بگویم. بله دوستای نازنین، به تعداد 500 نفر در این ساخت این مسجد شبانه روز کار کردن، یعنی بدون وقفه. بله. تا تانستن که این مسجد زیبا را بسازه و 50 انجینیر و متخصص فوق العاده از کشورهای ایتالیا، سوریه، روسیه، مصر، ایران و حتی خود کشور کویت هم با هم تلاش کردن و بدون وقفه کار کردن تا تانسته که این مسجد زیبا را بسازن. بله روبو جان، بله. واقعا که کسایی که در این مسجد کار کردن خیلی انسانای خوبی بودن، با هنر بودن. بله. دیگه بله، ما مساحت مسجد پیشتر هم گفتیم، ولی حالا هم میگیم که مسجد زیبایی که ما گفتیم داره 45 هزار متر مربع مساحت داره. وقتی که ما مساحتش هم میگیم، واقعا مساحت خیلی بزرگی هست. حتما دیگه ظرفیت نمازگزارش هم خیلی زیاد است. روبو جان، میگه که ظرفیت نمازگزاری که اینجا میتونه همزمان نماز بخونه 170 هزار نفر میباشه، یعنی که همزمان میتونه که 170 هزار نفر در این مسجد بزرگ نماز بخونن و همیشه نماز بخونن، عبادت خدای خدا بکنن. و همچنین که این مسجد زیبا میگه که به عنوان هشتمین مسجد بزرگ جهان هم محسوب میشه، یعنی که اولی و دومیشه که ما قبلا مدرسه گفته بودیم، ولی هم هشتمین مسجد بزرگ جهان میباشه. و همچنین میگه که روی گنبد مسجد میگه اسماء الحسنا، یعنی که 99 تا نام خداوند بزرگ، خدای مهربان ما برایش حک شده روی گنبدش، که واقعا دیگه چقدر زیبا هست که نامای خداوند بزرگ ما رویش باشه و ما نام خداوند خود بزرگ خداوندش بخوانیم و همیشه یاد خدا در قلب های ما باشه. بله. بیم طرف از اینکه مسجد بزرگ کوبت میگه دارای 3 تا نمازخانه هست، یکیش نمازخانه اصلی یا سالن اصلی میباشه. بله. دیگه‌ش هم نمازخانه روزانه است که شاید دوستان ما که در کویت هستن برن اونجا روزانه نمازشان رو بخوانن، 5 وقت نمازشان هم. و همچنین نمازخانه زنانه است که زنانه یا طبقه اوناس میتونه که بسیار راحتی نمازشان اونجا بخوانن. بله چقدر خوب، بسیارم خوب است. خیلی خوب است مریم جان، انشالله که دوستای نازنین ما که شوق دیدار این مسجد را دارن بتونن که به زودترین فرصت در این کشور رفته و این مسجد از نزدیک ببینن. بله انشالله رو بابا جان، ما همیشه هم مسجدهایی که خیلی خوب هستن، خیلی زیبا و بزرگ هستن به معرفی میگیریم و خود ما و تو و دوستای ما کلگی ما علاقه مندی میشیم که زودتر بریم سفر کنیم یک بار ببینیم از نزدیک. بله دقیقا. خب مریم جان چطور است که یک میانبران بر دوستای نازنین خود بگویم؟ بله دوستای نازنین خوب میشه، بریم با همدیگه یک کارتون ببینیم، دوباره با ما باشین. با ما باشین دوستان. خب دوستای نازنین، تشکر میکنیم که تا لحظات با ما بودین و برنامه خودتان برنده هستین. دوستای نازنین، ما کم و تام درباره مسجد به شما معلومات دادیم، اما خوب است که بریم ادامه معلومات بگیم تا اینکه دوستای ما درباره مسجد بیشتر معلومات بگیرن. بله مریم جان، همطور که دوستای نازنین مریم هم گفت، این مسجد دارای 3 نمازخانه اصلی هست که نمازخانه اصلی، روزانه و زنانه. بله. حالا می‌خوایم که در مورد امی نمازخانه اصلی صحبت کنیم. نمازخانه اصلی در قسمت وسط مسجد قرار گرفته و که در اونجا در حدود 10,000 نمازگزار میتونن که همزمان نماز رو چی اقامه کنن و بخوانن. و همچنان این مکان یک مکان خاص برای جمع شدن مردم در زمانهایی که مثلا عیدهای مذهبی هست و همچنان مجالس مذهبی دینی برگزار میشن، میتونن که با هم یک جا شون در اینجا این مراسم ها را یک جا برپا کنند. بله روبو بجان. بله. چقدر
نمازخانی اصلیش هم بزرگ است بله که ده هزار دقیقا نفر ده میتونن هزار نماز نفر بخوانن. میتونن. بله مریم جان. بله، حالا اومدیم طرف نمازخانی اصلی ببینیم بله قسمت داخلش دیگه چه چیزایی داره. خب بله است؟ درست است. بله، میگه در وسط سالن اصلی نمازخانه میگه که گنبد قرار دارین که بزرگترین گنبد همین گنبد میباشم. بله و همچنانی که میگه ارتفاع امی گنبد از زمین که شروع میشه تا ما آخر نقطیشه بعد 43 متر میرسه، یعنی که گنبدش هم خیلی دیگه ارتفاعش بلند است. و همچنانی که قطرش هم میگه 26 متر میباشه که در اطراف امی گنبد 144 تا پنجره یا کلکین یا سوراخک و منفذ میگه که اونجا قرار داره که میتونه که شیشه بله میتونه که مثلا وقتی که آفتاب بتابه شیشه های رنگی در او استفاده شده بله. و توسط از میتونه که خیلی نور آفتاب و بسیار زیبایی خاصش داخل مسجد بتابه. و همچنین که این گنبد میگه که این گنبد بزرگ بالای 4 تا ستون میگه استوار است که هر کدام ستون هم میگه 22 متر ارتفاع یا طول داره. بله خیلی خوب بود دیدنی بله. هست درست مریم بله ستونهاش هم میتونه تصویر هم ببینیم. بله ستون خیلی ستونهای مستحکمی هم هست بله. که تانسته ای گنبد کلان و زیباره روی خودش نگه داره. بله البته و البته چون گنبدش خیلی بزرگ بله. است بچه‌ها. یک چیز خیلی جالب بود دیدنی رو هم بر دوستان نازنین خود باید بگیم که سقف ای گنبد که همطور که میبینیم رنگ زرد و آبی داره و خیلی با خطوط زیبایی از آیات کلام الله مجید قرآن کریم و نامهای خداوند روی حکاکی شده. زمانی که در داخل مسجد قرار بگیریم میتونیم که به خوبی و زیبایی آیات قرآن کریم را بخوانیم. بله رو بابا جان، حالا بله. که داخل مسجد آمدیم خوب است که بگم بر دوستای خواست که داخل خود مسجد 4 تا در اطراف 4 تا قندیل وجود داره. بله. قندیلار میشه که دوستای ما ببینن. بله یک بله. قندیل هست که داخل هر کدام قندیل 100 تا چراغ وجود داره. بله بله، یعنی که چراغ وجود داره و همچنان یک قندیل ها هستن از کریستال مس طلا بله. ساخته شده و یاد ما نره که یه ساخت کشور ایتالیا میباشن و بسیار بله. جالب است. و همچنان که 8 تا مگه چراغ سقفی از جنس کریستال اطراف همین مسجد می باشم. بله چقدر خوب. بله. پس تانسته که در کل این مسجد یک نورپردازی خیلی خوبی داشته باشد تا اینکه بله. در هر زمان که چراغ‌ها روشن باشن ما میتونیم که ایره خوب ببینیم و یک زیبایی خیلی خاصی به او داده. بله رو با جانم قسم درکسم معلوم میشه. بله دقیقا. و همچنان همطور که گفتیم در این ساخت این مسجد خیلی انجینیری ماهری به کار رفته درسته؟ بله. تا تانسته که همین نام نگین مساجد به خود بگیره. خوب است که دوستان نازنین ما همطور که میبینن نقش و نگارهای داخل ببینن و از زیبایی هایی که داره خوب استفاده کنه و نام های خداوند که نوشته شده و همچنان آیات کلام الله مجید را به خوبی ببینن و بخوانن. بله بسیارم جالب است. رو بابا جان این منبر هم داره مسجد؟ بله دقیقا مریم جان، منبر مسجد در قسمت صحن مسجد قرار گرفته که از چوب هندی بله. یک طرح خیلی زیبایی رویش داره و همچنان تانسته که خیلی زیبا به نظر برسه و در روی این منبر هم همچنان محراب از کلام آیات کلام الله مجید استفاده شده یا حکاکی بله، شده. بسیارم جالب است. بله مریم جان. یک چیز دیگه جالب است رو به بچه‌ها بله. میشه بر دوستای ما بگویم. درست است. بله. یک چیزی که خیلی در این مسجد جالب است این است که این مسجد دارای 21 تا دروازه میباشه. 21 تا دروازه. بله یعنی که دروازه هاش خیلی زیاد است. 21 بله. دروازه هست که دروازه هایش هم از چوب هندی ساخته شده و همچنان که در روی دروازه ها میگه آیت قرآن کریم درش حک شده و خیلی دروازه های مقبول و زیبا بله. داره مسجد. شاید امونا باشه دروازه هاش از دورم دیده میشن. بله مریم جانم دروازه بله. چوبی. بله بسیار نقش و نگاری خیلی خوبی داره، همچنان که آیت قرآن در روش حک شده و نوشته شده، واقعا بله. خیلی زیبا هستن. دقیقا. و اینم بر دوستای نازنین خود بگیم که این مسجد با این بزرگی که داشت یک تا مناره داره مریم جان. بله یک تا داره. یک تا مناره داره که منارهش هم 12 ضلعی هسته و 72 متر طول داره. بله یک بله. تا مناره داره و یک تا گنبد داره. بله دقیقا بله. و یک چیز خیلی جالب اینه که من میخوام مریم جان برای شما بگه ایسته که او چی داره؟ یک پارکینگ. بله پارکینگ داره. خوب شد گفتی رو با جان بله. یعنی مکان بود یادم بره. دوست این نظر میگه مسجد داره صحنها یا روی حولی یا صفحه های مختلفی است که بله. از سنگ های هندی با رنگ های طبیعی خیلی زیبا میگه پوشیده شده بله. و همچنان میگه زیر صحن مسجد یک راهروی وجود داره
که اگر ما از راه روی که بریم باز به پارکینگ میرسیم. بله. وقتی که در پارکینگ رسیدیم میتونیم که در اونجا ببینیم که 550 تا موتر اونجا میگه همزمان جای میشه. روبا جان اگر ما اوتون بخری بریم موتر اونجا بخری میتونیم با موتر خود بریم و در پارکینگش بانیم باز بریم با هم نماز بخوانیم. بله و دوستای نازنین این یکی از مدرن ترین مساجدی هست که تونسته حتی پارکینگ هم داشته باشه. و یک چیز دیگه تا آدم نرفته مریم جان کم بود یادم برای این هست که این مناره ای که گفتیم داخلش پله های برقی وجود داره که میتونه ما را در بلندترین نقطه برسانه. بله روبا جان چقدر عصری و مدرن است که حتی پله های برقی یا رایزینه برقی داره. بله، که و بسیار برقی. راحتی میتونیم تا آخر نقطه این مناره برسیم و بله. از اونجا همه جای بتونیم که ببینیم. بله و همچنان بر دوستای خود یکی از جذابیت هایش بگیم که دو تا کتابخانه داره. این کتابخانه ها خیلی خوب هستن. یکی از کتابخانه ها برای افرادی هستن که محقق هستن، پژوهشگر هستن، میخوان که کتاب های خیلی مهم رو مطالعه کنن، میتونن بله. از اون کتابخانه استفاده کنن. و یک کتابخانه دیگه هست که بغیر از زبان عربی اونجا کست ها، سی دی و همچنان نوار های هست که میتونه کسایی که وقت داشته باشن در اونجا رفته و اونا رو گوش بتن و معلوماتشان زیاد شود. بله رو بابا جان ما فهمیدیم که مسجد خیلی عصری و مدرن هست و همچنان در کنار از میماری اسلامی هم دشکار رفته. خیلی که مسجد زیبا و مقبول و بزرگی بود. انشالله که تمام دوستای ما همگی ما که مشتاق دیدار مسجد هستیم از نزدیک انشالله که برسیم یک روز بریم اونجا. بله و این بود از معلومات در مورد مسجد هفته. شما هم دوباره معلوماتتان بخوانین و بالا ببرین و خوب است که در آیتم بعدی که کار دستی هست با ما همراه باشید. بله دوستان نازنین فعلا میان برنامه با ما باشین.